برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. Hope for you، برنامه هفتگی، روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan، Settlement Short Sale، Direct Sale، Credit Card Settlement. درود فراوان خدمت بینندگان محترمی رویال تایم تیوی، امیدوارم حال همه شما نازنین ها خوب باشه. خب هفته بسیار خوبی رو که میدونم 100% پشت سر گذروندید. حال همه شما نازنین ها خوبه، هالوین خیلی خوبی داشتین، بچه ها الحمدلله همه سالم و تندرستن، نواهاتون همینطور. برحال ما خیلی خوشحالیم که امروز پنجشنبه شده، به دیدار شما نازنین ها اومدیم. شما هم خیلی خیلی خوش آمدین به میز گرد ناهید و هوشنگ. این برنامه تبلیغاتی است که هر هفته من و آقای نوری به مدت 55 دقیقه با شما نازنین ها صحبت میکنیم درباره فایننس. و این برنامه به طور زنده روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از این تلویزیون پربیننده پخش میشه و روزهای ویکند هم ساعت‌های مختلف رو محبت می‌کنن و کارگردان نازنین رو تکراریش رو می‌ذارن پخش می‌کنن که به هر حال ما از همه جای دنیا برای ما تلفن‌هایی میشه. امیدوارم که واقعاً بتونیم برای تک تک شما نازنین‌ها کاری رو انجام بدیم. آقای نوری خیلی خوش اومدین برنامه خودتون، این برنامه البته برنامه ناهید هوشنگ و هوپ فور یو، که امیدوارم شما هم هفته خوبی داشتید، هالووین هم خیلی خوب بوده براتون. ولی رفتیم دست دو تا خوری رفتیم به ما شکلات ندادن. من گذاشتم شکلات رو آقای نوری، ولی دعا میکردم، اما خب چیزایی بد نگرفته بودم. دو تا باکت گذاشته بودم دم در و دعا میکردم که رفتم اومدم اینا همه خالی شده باشه و خوشبختانه همه خالی شده بود. برای بچه هاست واقعا و فانی، ولی خب پدر مادر ها میدونم نمیذارن این شکلات و کندی ها رو زیاد بخورن، همه رو از دستشون میگیرن. با درود فراوان از ادب دارم، هوشنگ هستم. امیدوارم که حال شما عزیزان خوب باشه، هفته خوبی داشتید و در کنار خانواده امیدوارم همتون سلامت باشید، سر حال باشید و غم و غصه نذاشته باشید، مریضی تو خانواده نباشه. دعا کنیم برای اونایی که واقعا مریض دارن. بینندگان عزیز، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. این برنامه میزگردی است به اتفاق ناهید خانم و من و شماها در هر جای دنیا که تشریف دارید با هم در دل بکنیم. و این برنامه 16 سال به این دلیل به وجود اومده که بتونیم باری از دوست شماها برداریم، اطلاعاتی به شما بدیم که در روزی که احتیاج دارید از این اطلاعات استفاده کنید به نفع شما باش. این کار ماست. این برنامه هم برنامه تبلیغاتی است و کمپانی بابت این برنامه هزینه پرداخت میکنه و طبق اصول رادیو و تلویزیونی در آمریکا ما باید به اطلاع شما عزیزان و همه برسونیم که صاحبان و مدیران و کارمندان و کارگران و دایرکتورای این کمپانی و تلویزیونی چکنه مسئولیتی در قبال گفتای ناهید خانم و من ندارن و ما خودمون مسئول گفتای خودمون هستیم. البته ما هم خوشبختانه در این مدت زیادی بالای یک دهه حرفی در این تلویزیون مختلف نزدیم که برخلاف باشه، چون حرفی نداریم که برخلاف بزنیم. یک ریل استیت و یک مورگیج و یه اطلاعات دیگه است که این اطلاعات شما گوگل بفرمایید، کتاب بخونید، همه چی از چیزی بر خلاف اصول ما نمیتونیم بگیم و نگفتیم تا حالا. پس سعی ناهید خانم و من همیشه این بوده، ولی عزیزانی که اولین بار، خیلی اولین بار ما رو دارن میبینن توی تلویزیون تایمز تیوی، خیلی ها و زنگ میزنن تشکر میکنن. از ایران من چقدر تلفن دارم، خیلی از ایران، واقعا اونا که الان ایران تشریف دارن و برنامه ما رو میبینن، از ادب دارم حضورتون. انشالله که سلامت باشید، هر سوالی دارید مثل همیشه تلفن کنید، من و ناهید خانم در خدمت شما هستیم. خب آقای نوری ببخشید من در اینجا یک تایمت به شما بدم. نازنین های عزیزی که از ایران زنگ به خصوص میزنید،
خیلی خوشحال میشیم که ما جواب تلفن شما رو بدیم، ولی متاسفانه بعضی از تلفن‌های شما چون همه سلولار فون و شماره دستی رو میذارین، اون دو تا شماره آخر رو برای ما اکثرا نمیذارید، یا اینکه تلفنتون قطع میشه. اینی که من دوست دارم، خواهش میکنم، نمیخوام امر بر بی ادبی باشه، ما خیلی خوشحال میشیم که تلفن‌های شما رو تک تکتون رو جواب بدیم. بعضی ها شما خواهش میکنم وقتی از ایران زنگ میزنید، هیچ نمیخوام که متضرر مخارجات بشید، فقط بفرمایید که با ناهید یا هوشنگ اگر ما بر نداشتیم مسیجتون رو بذارید، اسمتون و فامیلتون و شماره تلفنتون اگر دستی یا منزل، تمام شماره رو آرام و خانه بذارید، چون بعض وقتا این اینترنت ها نمیتونه برسونه تلفن شماره رو، و ما الان چند تا داشتیم که دوتا تلفن شماره آخر رو اصلا نذاشتیم برای ما یا قطع شده، اونو سریعا نذارید و تو دیتیل چیزهای دیگه برید. بعد ما به شما تلفن رو برمیگردونیم، صحبت میکنیم، هر چقدر خواستید سوالی بفرمایید خوشحال میشیم که جواب بدیم. ببخشید من اگر خواهش کنم، اشکال نداره، برنامه مال هر دوی ماست، مسئله نیست. دختر خانم نازنینی از ایران تلفن فرموده بودن، مسیج گذاشته بودن که نایت خانم فرمودن، تلفن دستیشون رو گذاشته، همه چی عالی بود، ولی شماره رو که میگفتن اون دو شماره آخر رو نتونسته بودن بگن و خیلی هم عجله داشتن. ایشون اینوستمنت بسیار بزرگی در آمریکا میخوان بکنن برای گرین کارت خودشون و خانوادهشون، ولی خب ما بدبختانه دو شماره آخر نداریم. اگر برنامه ما رو مجددا شما دیدید یا خواهید دید، استدعا میکنم دوباره به من تلفن کنید و تلفنتون رو بذارید. البته من خودم به شخصه در تانگو هستم، همین تلفن 949-547-7409. من در تمام این کمپانیه که شما دارید مثل تلگرام و دیگه تانگو و وایبر و تمام اینها من هستم. بنابراین شما میتونید به من تکست بدید، به اونجا با من تلفن بکنید که پول تلفن ندید، صحبت کنید و اطلاعاتتون تلفنتون رو بذارید، من خیلی خوشحال میشم که جواب بدم. من نمیخوام خدای نکرده شما فکر کنید که ما اینقدر اینجا مشغولیم و شما ایرانی دو کسی اهمیت نمیده، نه، حرفا نیست. شما همه جا هر جای دنیا شما تشریف داشته باشید، برای ما عزیزید و ما احترام به شما میذاریم. به خصوص به خاطر همین خانم نازنین ما روز شماری میکردیم که امروز پنجشنبه بشه و من اینجا بگم که خانم نازنین، من دست شما رو از راه دور میفشارم، روی ماهتون رو میبوسم، خواهش میکنم تلفنتون که میفرمایید مثل ما که میگیم 949-547-7409. ما حالا به خاطر اینکه اگر لوکالی باشه خب راحت‌تر گرفته میشه، اگر با اینترنت باشه یه مقدار امکان داره اینترنت ها قطع و وصل میشه. اینی که خواهش میکنم دو سه مرتبه فقط شماره خودتون رو با اگر از ایران تهران هستید یا هر شهرستان هستید زنگ میزنید، اریا کدتون رو با شمارتون رو و اسمتون رو برای ما بذارید، ما به شما سریعا جواب میدیم. ما بر شما برسونیم که در این 15 سال خورده، در روز 16 سال که در خدمت شما عزیزان هستیم در تلویزیون های ایرانی، از روز اول که ما دو نفر تصمیم گرفتیم که از مارکت آمریکایی که بودیم یک مقداری هم به مارکت خود ما ایرانی ها بیاییم، تصمیم گرفتیم که ما به شما اینفورمیشن و اطلاعات بدیم و عوامری داشته باشید، به خصوص شما عزیزانی که به قواعد آمریکا، به مقررات آمریکا به وارد نیستید، مسائل حقوقی آمریکا، مسائل فینانس آمریکا، ریل استیت، خیلی مشکل اینها که آدم بتونه دایجست کنه، درک بکنه، ما برای شما بگیم. به همین دلیل ما در این مدت این بزنس رو شروع کردیم و در اختیار شما عزیزان هستیم. برای دوستان عزیزی که اولین بار تشریف میارید و ما رو میبینید، نایت خانم و من در حدود 16 سال پیش در تلویزیون جامعه جمع شروع کردیم و به علتی که تلویزیون ها میبستن و تشریف میبردن، ما مجبور بودیم به تلویزیون دیگه بریم، خونمون رو عوض کنیم و دوست نداریم. ما دوست داریم یه تلویزیون که هستیم همونجا باشیم، چون شما به ما عادت میکنید، به ساعت ما، به وقت ما، و بالاخره ما یک تلویزیون هوم به قول آمریکا یا پیدا کردیم که سرکان خانم تهرانی
نه بعد رفتیم برای عصر امروز. بله میدونم. بله. اونا رو دیگه نمیخوام بگم نایت خانم. بله. هم الان ما تلویزیون رویال تایم تیویه که خیلی خوشحالیم. فکر نمیکردیم اینقدر ما اینجا راحت و خوشحال باشیم. ولی وقتی که با مدیر و مدیرها و مدیریت تایم تیوی تماس گرفتیم، آشنا شدیم، به خصوص با سرکار خانم تهرانی، خیلی راحت و خوشحالیم که ما خونه خودمون رو پیدا کردیم. و امیدواریم که در اینجا انشالله امیدواریم که خانم تهرانی ماشاءالله 11 سال روی پاشون هستن و با مدیریتشون تلویزیون بسیار بسیار عالی اداره میکنن، برنامه های بسیار آموزنده اینایت خانم دارن. بله. اخبار ایرانی، اخبار انگلیسی برای بچه های شما که انگلیسی میخوان نگاه کنن، برنامه های موزیک و بعد سیستم کاریشون بسیار عالیه. واقعا آدم، ما ایرانی ها باید بیم یاد بگیریم از یک خانم تحصیل کرده با والا مقام که اینقدر وارد هستن در کارشون. و امیدوارم که با پشتیبانی شما نازنین ها ما هم رو پای خودمون باشیم و بتونیم در این تلویزیون، در این خانه خودمون بمونیم. بله. برنامه ما هم به همطور که نایت خانم گفتند روزهای شنبه هم از ساعت 4 تا 5 مثل 6 تا 7 پنج شنبه پخش میشه، اما خوشبختانه در روزهای دیگه هم در ساعات مختلفی که ما نمیدونیم برنامه ما رو پخش میشه. مثلا ما دیشب ساعت 9 و نیم شب بود از نیویورک من تلفن داشتم، تلفن رو برداشتم، 9 و نیم ما میشه در حدود 12 و نیم نیویورک، یک جنابی آقای محترمی ما تلفن کردن که برنامه ما رو داشته میدیدن و من صدای نایت خانم از توی تلویزیون میشنیدم، از توی تلفن که میکردن صداشو میومد و اطلاعاتی میخواستن که برسون رسوندم. البته اینها همه با اینا محبت های خانم تهرانی، اگر ایشونی محبت ها رو به ما نداشته باشن برنامه ما رو اضافه پخش میکنم و ما واقعا من خودم به تنهایی دست شما رو میبوسم. منم رو ماه شما رو میبوسم. امیدوارم چرا که بله آخه نمیتونم بگم که شما دست خانم میبوسید که من روی ماهشون میبوسم. بله شما رو شما ماچو بالا میکنید ما دست میبوسیم، فرق مرد و زن اینه. انشالله قبول کنید. خیلی خوشحالیم با شما هستیم خانم. آقایونی که صدای منو میشنوید، آقایونی که بزنس دارید، ریلتور هستید، مورگیج دارید، نمیدونم دکتر هستید و هر شغلی دارید، بیایید و تبلیغاتتون رو به این تلویزیون بدید. باور کنید بیننده خیلی داره. من نمیدونستم، من یک آماری دارم پیش خودم و نایت خانم، روی تلفن هایی که از جاهای مختلف میشه ما میتونیم بدونیم که چقدر بیننده داریم. اینو جدی به تو میگم. و در ذهن ما یک شعاری، روز اولی که با نایت خانم ما شروع کردیم، اینا برای اونایی که اولین بار ما رو میبینن چون بقیه میشناسن ما رو، ما یه شعار توی برنامه‌مون داریم و اونو نوشتیم و این است که ایرانی از مشاغل ایرانی حمایت کنید. خب شما اگر ادورتایز داری نباید بری به تلویزیون دیگه بدی، باید به ایرانی بدی. شما اگه دکتر می‌خوای بری دکتر ایرانی بدی. اگه تلویزیونتون می‌خوای ساتلایت بگیرید، پرابلم دارید ترانس سیستمتون، هر چی کارهای ایرانی واقعا هر کاری که هستن. دارید بله. و ایرانی‌ها خوشبختانه در کالیفرنیا و در آمریکا و در تمام دنیا تمام شغلایی که شما بدونید اینا دارن، مشغولن و میتونن به شما کمک کنن. هیچ موقع هم نگید آ ایرانی خوب نیست، نمیدونم من با دو تا ایرانی کار کردم خوب نبوده، اینطور نه، این حرفا نیست. در هر اقلیت یا اکثریتی خوبت هست. آمریکایی اینقدر زیاده به گوش ماها نمیرسه، ما اقلیتمون کوچیکه، تا یکی کارو بدی میکنه همه میفهمن. نه چون یکی اگر یک اشتباهی هم کرده یا متوجه نشودی نفرمایید که همه ایرانی ها، برای اینکه به هر حال تو هر جامعه همونجوری که آقای نوری میفرمان نه بد و خوب، یعنی یکی در کارش ممکنه مقدار وارد نباشه یا یکی بیشتر وارده یا شما اون کارو دوست ندارید. ولی من خودم آقای نوری دیروز در جایی بودم صحبت میکردم راجع به یک گروسری ایرانی، رستوران ایرانی صحبت میکردن، میگفتن مثلا این آره چرا تو فکر میکنی خواهم نایت خواهم این اینها مگر اکسپریانس دارن یا این چرا خوب نیست. گفتم ببینید اگر یه چیزی رو خوشتون نمیاد شما برید، من چون خودم اینجوریم آنستم، میرم به اون شخص، به اون اونر اونجا، پرزیدنت اونجا، کسی که مسئولی، میگم من از این کار خوشم نیومده، خواهش میکنم چون شما رو دوست دارم میخوام بیام اینجا،
این کار برای من اینجوری بکنید یا سریعتر این کار رو انجام بدید. و اینها خیلی خوشحال میشن اتفاقا. بعد خانم گفتن که راست میگین، این خوبه. گفتم برای اینکه ما میخوایم دوباره بریم پیششون، خب دوباره نمیخوایم خودمونم با اون پرابلم بخوریم. به هر صورت از مشاغل ایرانی خانم آقایون حمایت بفرمایید. این وظیفه وجدانی، مذهبی، ملیتی، نمیدونم هر چی بگید هست که این کارو بکنید. خیلی خوشبختانه میکنم ببرم تلفن کنم آقای نوری من فلان جا رفتم، شما گفتید من رفتم پیش ایرانی، آقای نوری من رفتم پیش دکتری. بله من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم اینه که لطف میکنم من تلفن کنم، ایمیل میدن، میگن من باور کنید که مثل اینکه دنیا رو به من دادن. خانم آقایون کار ما خیلی ساده است. هر نوع کار فاینانس مالی دارید ما براتون در آمریکا انجام میدیم. هر نوع کار خونه و آپارتمان و زمین و ساختمون دارید ما براتون انجام میدیم. کار امیگریشن دارید، میخواید بیاید، گرین کارت میخواید، دانشگاه میخواید برید، نامزد دارید، میخواید نامزدی بیاید، براتون انجام میدیم. کار میخواید تا اونجا که بدونیم، یکی از فردا تلفن کنید کار میخواید، کاری باشه که ما به ما گفتن و احتیاج دارن به ما تلفن کنید انجام میدیم. سوالات دیگه ای دارید غیر از این مسائلی که براتون رسوندم، بازم اشکالی نداره به ما تلفن کنید، ما در اختیار شما عزیزان هستیم. خواهشی که از شما دارم، همیشه براتون رسوندم دو سه مسئله بود. یکی که آقایونی که در آمریکا زندگی میکنید و درآمد و سرمایه‌تون، ثروتتون از 60,000 دلار به بالاست، خواهش میکنم برای خانوادهتون فامیلی تراست و وصیت‌نامه حتما باز کنید. حتما یک نوع فامیلی تراست هست که این تراست غیر قابل فسخه، ایرکبل تراسته. اون اگر شما بگیرید حتی ورشکستگی هم بکنید، اون خونه امن و امانه، کسی نمیتونه بهش دست بزنه. اگه مدیکال میگیرید و مدیکال میدونید هر چی به شما خرج بکنه از شما از بین برید، از داراییتون ور میداره، مدیکال هم نمیتونه بگیره. بنابراین خواهش میکنم با وکیلی پیدا کنید که کار فامیلی تراست انجام میده. اگر موقعیتون طوری هست بگید که فامیلی تراستی میخواد که دیگه نمیتونید عوض کنید، غیر قابل عوضه و اون شامل حال همه چی میشه که هیچ کس نه شما رو سو میتونه بکنه، نه ورشکستگی بکنید، یا خدا بتونه خونه شما رو بگیره، یا مدیکال بتونه کاری بکنه. حتما یک خانواده ای میخواد. من دیروز چهارشنبه دوست عزیز از جورجیا تشریف آورده بودن اینجا، نازنین واقعا بزرگواری که از طریق تلویزیون با من آشنا شدن، ما رفتیم با هم 7-8 خونه نگاه کردیم و اینها، و ایشون چیز خیلی خوبی من گفتن، خیلی جالب بود. گفتن که آقای نوری، ما ایرانی ها در آمریکا اگر از به هم کمک بکنیم هیچ خانواده ایرانی لنگ نمیمونه. راست میگه. خب حرفی که ما همیشه میزنیم. جناب منوچهر خان، اسم کوچیکه منوچهر خان، منوچهر خان لطف کردن نهار ما رو دعوت کردن، نذاشتن ما پولم بدیم، خجالت دادن ما رو. ولی گفتم شما راست میگیم، ما سال هاست داریم میگیم ایرانی از مشاغل ایرانی پشتیبانی و حمایت کنید، وظیفه ماست. شما نگاه کنید خود ما، شما میدونید چقدر به ماها، به من و نایت خانم، شما این 15-16 سال محبت کردید، بزنس دادید، خونه براتون خریدیم، خونه براتون فروختیم، همه کار براتون کردیم، راضی بودید و یک چیزی که از شما ممنونیم ما رو معرفی میکنید. من نگاه کنید، یک خانمی پیش من دفتر اومدن فرمودن که ما برای دخترم داریم یه خونه میخریم و خانم پسر منم ریلتوره و ایشون نتونستن اون کارو بکنن. ما تلویزیون نگاه کردیم، اومدیم پیش شما، این کارو برای ما انجام بدید. ما کارو برشون انجام دادیم به نحو احسن. بلافاصله پسرشون آقای دکترم معرفی کردن، خونه داره میخره، مورگیج میخواد، اطاعت میشه، اونم انجام دادیم. امروز صبح تلفن کردن که ریورس مورگیج میخواد. خب نگاه کنید نایت خانم، 3 به ما رفرال دادن. خب برای اینکه مخارج، این واقعا برای اینو واقعا مسئله مهمه برای ما که شما ما رو پشتیبانی میکنید و ما هم سعی میکنیم که وظیفه‌مون رو انجام بدیم. ما یک خونه لیستینگ کردیم، بعد از من پرسید آقای نوری ما رو چقدر چارج میکنید برای لیستینگ. گفتم اگه برنامه من رو نگاه نمیکنید. گفت چرا یادمون نیست. گفتم نگاه کنید، همین میخواستم بگم. گفتم نگاه، ما همیشه تو تلویزیون میگیم ما به شما که برنامه رو نگاه میکنید نه دسترسی نداریم واقعا از شما تشکر کنیم، کادوی بدیم. تنها کادوی ما توی سرویس ماست.
شما موقعی که خونتون رو میخواید ما بفروشیم به جای 2.5-3% پرسنتج رو کم میکنیم، ما باید بگیریم، ما 1.5% از شما میگیریم، 1% به شما تخفیف میدیم. خب خیلی مهمه، این تنها کادوی ما. یا بعد از مثلا بعض کنون کاندوی که من برای دختر خانم انجام دادم، یک چیز کوچولوی کادوی هم من مثلا فرستادم چک واسه شد که تشکر کردن. این یک تشکری که ما از شما میکنیم که بدونیم ما قدردان هستیم. همینطوری نیست که بزنس داشته باشیم و درآمد داشتیم و ول کنیم بریم. حالا دیگه ناید خانم شما برنامه چیه؟ ما کار اصلیمون ریل استیت و در زیر همون چتر ریل استیت وام هم به شما میدیم. هر نوع وامی که شما دوست داشته باشید و بتونید واقعا از اون وام استفاده کنید، یعنی همه نوع وام ها را ما در دسترسمون هست. کاری از ریل استیتو که خدمتون عرض کنم، شما میخواید منزلی رو بخرید، اگر منطقه‌ای رو وارد نیستید، اگر از جاهای دیگه استیتهای دیگه میخواید تشریف بیارید، خیلی خوشحال میشیم که با شما وقت بذاریم براتون بگیم که این منطقه چجوریه چجوری نیست، و اگر که خب خودتون واردین که چه بهتر دیگه، وارد هستید میفرمایید من یه منظره رو میخوام، و ما یه لیستی رو در آفیس درست کردیم که از تک تک شما نازنین هایی که میخواید منظری رو برای خودتون چه زندگی کردن چه برای اینوست سوالاتی رو میکنیم، و اون سوالات رو که به ما شما جواب بدید ما برای اون یه مقدار آسان‌تر میشه دیگه، یادمونم نمیره اگر یه موقع هم فراموشی دست بهمون داده باشه که انشالله ندادیم. شما قصهتون نمیخورید. به هر حال ما با اون برنامه‌ای که در دست داریم میریم و برای شما منزلی رو که نزدیکترین به آرزوهای شما به خواسته های شما باشه پیدا میکنیم، برای شما سریعا ایمیل میکنیم و شما هم سریعا خواهش میکنم اونو ببینید و جوابشو به ما سریعا بدید. و چرا میگم سریعا؟ برای اینکه خب توی دیلی نمیخوام بمونه بیفته، خدایی نکرده ما این منزل امروز برای شما دیدیم، برای شما میفرستیم سریع، بعد شما یه مدتی گرفتار هستید که انشالله همیشه گرفتاریتون گرفتاری کاری باشه، سلامت باشید، ولی این مقدار شاید پشت گوش انداختید و میگید داره که عجله ندارم هفته دیگه مثلا خدایی نکرده جواب میدم، تو این فاصله اون منزل تصادفاً به دلخواه شماست، شما دوستش دارید و میگید میخواید، ولی این منزل یه نفر دیگه سریعا رفته و اونو خریداری کرده. نمیخوایم که شرمنده و خجالت زده بشیم، برای این من میگم سریعا کارها رو سریع انجام بدیم. شما میبینید و خوشتون اومد، میفرمید که حالا اگر چند تاست براتون فرستادیم، اگر یه دونه از فرستادیم، برای میفرمید من از این خوشم میاد، بعد قرار میذاریم میریم میبینیم، و اگر واقعا خودتون که با چشم خودتون دیدید از نزدیک دوست داشتید، تشریف میارید آفیس یا هر جای دیگه که قرار میذاریم. ولی ما قبل از این که بریم منزلی رو برای شما پیدا کنیم، چون شما میفهمید من یه منزلی میخوام در حدود مثلا 1,000,000 باشه و من 300 تا دارم، خب ما نمیایم بریم بله خب شما 300 تا دارید و ما بریم براتون یه 1,000,000 دلاری پیدا کنیم، خب باید ما بدونیم آیا شما کردیتتون اپروف هست برای اون 700 دلار دیگه، یا اینکه آیا شما میتونید از عهده این پرداخت ماهیانه بر بیایید. اینی که ما قبل از اون خیلی راحت برای شما مشخصات رو از شما میگیریم، مخارجاتتون درآمدتون همه رو با هم سابترکت میکنیم، میبینیم که خب شما میتونید مثلا 500 تا بگیرید، بعد مقداری رو که دارید ما روی اون میزان میریم و برای شما اون منزل رو پیدا میکنیم، نه وقت شما رو بی خودی از دست میدیم بعد شما هم کانفیوز بشید، شما اون خونه بزرگتر رو دیدید و دوست دارید و بعد میخواید یه خونه کوچیکتر رو ببینید ناراحت بشید خدایی نکرده. ما خیلی کارا رو میخواییم برای شما راحت درست کنیم و وقت خودمون هم بی خودی نذاریم، پس بنابراین میریم منزل رو میبینیم و بعدم که خب وام شما رو میدونیم که شما اپروف هستید برای این مقدار میتونید بپردازید، میریم و کارهای وامیتون رو انجام میدیم، و اگر خوشتون نیامد دوست نداشتید هیچ اشکالی نداره، چون شما به هر حال ما رو هایر کردید، قراردادی رو با ما بستید که برای مدت 3 ماه یا 6 ماه ما در اختیار شما هستیم، قرارداد البته پولیش اینجا رد و بدل نمیشه،
قراردادی که یعنی وقتی با ما هستید ما داریم میریم دنبال منزل، یهو وسطش یه جای دیگه تشریف نبرید دیگه، با ما واقعا باشید. یا اینکه اگر با کس دیگه هستید باستید تا برنامه‌تون با اون تموم بشه بعد تشریف بیارید با ما. ما خیلی دوست داریم که بتونیم برای شما اون چیزی که شما دوست دارید، اون منزلی که میخواید براتون پیدا کنیم و به سلامتی برید و در اون منزل روزها و سالهای خوبی رو داشته باشید. و وامش هم براتون همطور که گفتم میتونیم وامو براتون درست کنیم. برای فروش منزل شما برای فروش منزل خانم آقایون، شما اگر تصمیم گرفتید که منزلتون و ساختمون تجارتیتون و رستورانتون و آپارتمان بیلدینگ دارید، کاندو دارید، در هر جای کالیفرنیا که دارید میخواید بفروشید، کافیست که تلفن بفرمید به تلفن ما و بگید که من میخوام خونم و کاندوم و نمیدونم زمینم رو بفروشم. اطلاعات به ما میدید، ما ظرف 24 ساعت با شما تماس میگیریم و اطلاعات کلی رو جمع میکنیم و بعض شما میرسونیم که این ریل استیت شما چقدر ارزش داره. اگر موافقت فرمودید ما با شما یه قرارداد کالیفرنیا است که در حدود 12 صفحه است پر میکنیم، شما امضا میکنید، ما امضا میکنیم، به شما یک کپی میدیم، یک کپی هم اصلا خودمون نگه میداریم و بعد میریم برای اینکه خونه شما رو یا کاندو شما رو بفروشیم. کاری که ما میکنیم یونیکه، خیلی خیلی قشنگه، خیلی عالیه و خیلی سریع خونه شما فروخته خواهد شد. اول کاری میکنیم ما اینو در سیستم MLS میذاریم، MLS که مولتی لول سیستمه. و کاری که میکنیم تمام ریلتورها، تمام ایجنتها، تمام بنگاه معاملاتی ملکی ها به قول ایران همه دسترسی دارن به این وبسایت، اگر عضو باشن، ممبر باشن، چون ممبرشیپش هم سالی $2,000 $2,000 خورده دلار خرج داره باید داد، حتما باید شما یا بروکر باشید یا ایجنت باشید و میتونید برید و خواسته های خریدارتون رو بزنید، شهر بزنید، قیمت رو بزنید، اتاق رو بزنید، اطلاعات رو بزنید، خونه هایی که در اون لول میاد بیرون که وقتی مال شما باشه میاد اونجا، بعد خریدار نگاه میکنه، تصمیم میگیره کدوم بیاد ببینه و بعد ما برای شما میفروشیم. در زیلو، در realtor.com، در تمام وبسایتی که در دنیا موجوده ما برای شما خونتون رو میذاریم. و اگرم اجازه شما بدید ما از شما اجازه میگیریم که خونتون رو دو تا یک شنبه از ساعت 1 تا 4 اوپن هاوس بذاریم و بیایم اونجا خودمون بشینیم آنایت خانم. و اوپن هاوس یعنی آزاده برای پابلیک بیان ببینن. مسئولیت خونه شما با ماست، کسی با کفشو نمیره، کسی دست به چیزی نمیزنه، ما خودمون با مشتری بالا پایین میریم، یکیمون می پایین میسته، یکی بالا میره، خیال شما از همه چی راحت باشه. و بعدم ممکنه بعضی وقتا از شما اجازه بگیریم که وسط روز بعد از ظهر ساعتی که شما وقت دارید ما به مدت 20 دقیقه نیم ساعت خریداری بیاریم اونجا خودمون نشون بدیم. و اینشورنس هم ما کمپانی داریم برای عزیزم. کمپانی ما پاسیفیک ریلتی ما اینشورنس اوپن هاوس داره، یعنی اگه اتفاقی در اونجا افتاد شما مسئول نیستید، ما خودمون بیمه داریم و از بیمه شما استفاده نمی کنیم. مثلا خیلی مهمه اگر با هر ریلتوری یا بروکری قرارداد بستید و برای شما خونتون رو میفروشه ازش بخواید که یه بیمه داشته باشه کاور کنه شما رو که از بیمه شما استفاده نشه. معمولا دارن ولی بعضیا ندارن، ولی برای فقط اطلاع شماست که این مسئله رو داشته باشه. این برای فروش. برای خرید خونه هم که نایت خانم فرمودن، ما الان در حال حاضر لیستینگ‌های بسیار خوبی داریم. در لگانانی گل خونه های خیلی عالی داریم، اوشن ویوی عالی با قیمت های $800,000، خونه های 3700 اسکورفیتی با 5 تا اتاق خواب $900,000، تا دریام یه خورده دیده میشه از پشت درخت ها و تا بیچ هم 5 دقیقه رانندگی. بسیار خونه های زیبایی هستن خانم آقایو. کاندوهای بسیار خوبی داریم، در ایرواین داریم، در تلتراک داریم، در لس آنجلس داریم، بیولی هیلز خونه اومده برای فروش. بر صورت ما هر نوع خونه‌ای که شما بخواید فقط باید به ما بفرمایید، اون خواسته های خودتونم یا ویش لیستتون رو با نایت خانم و من حل بکنید که این کار براتون انجام بشه. در ضمن
بعضیا تلفن میکنن که میگن ما فقط میخوایم با نایت خانم صحبت کنیم. نایت خانم و من همین تلفنی که هست که ما داریم. ایشون اگه باشن که من میدم حضورشون تلفن صحبت میکنن، اگر نباشن دوست عزیزی از سان فرانسیسکو تلفن کردن امروز صبح که من میخوام با نایت خانم صحبت کنم، ایشون باز هستن. گفتم بله، جدی میگم. گفتم بله من نگفتین آقای نوری دیگه، خواستم الان خودتون لو دادین. ایشون باز هستن، من گفتم بله ایشون باز هستن، ولی خب بنده کمک باسم و اطلاعاتو من دارم. چی میخوای؟ دو گفتن رستوران دارم و میخوام ریفایننس کنم خونه اونا. بر صورت عوامرشون اجرا شد، بنا شد فردا برای من تکس بکنن اطلاعاتو که انجام بدم. بر صورت نایت خانم باس هستن، ولی ما هر دو اطلاعات داریم، هیچ فرقی نداره. من تشکر میکنم. بله، هر کدوم از ماها که بتونیم جواب بدیم، چون من بیشتر یه مقدار ممکنه در رود باشم و آقای نوری تلفن رو بردارن. خب این تلفن هم تلفن دایرکت آقای نوری هست و مال آفیس و اینها رو دیگه ما اگه بخوایم زیر صفحه تلویزیون بذاریم تمام صفحه تلویزیون میشه شماره تلفن‌های ما. اینی که ما یک شماره رو می‌خوایم بذاریم برای شما نازنین‌هایی که بیننده تلویزیون ما هستید و خودمون شخصا با شما صحبت بکنیم. آقای نوری، خب من اینجا میگم تشکر می‌کنم از نازنین‌هایی که می‌خوان با منم صحبت کنن. شما میتونین اگر واقعا احتیاجی بود که شما گرفتار بودید و خواستید تلفن من میگم که تلفن رو به شما در صورت خواستم براتون برسونم که شما عزیزان هر کاری داشته باشید ما در خدمتتون هستیم. بخصوص برای خرید در وگاس ما یک دونه ساب دیویژن ما فروشنده اونجا هستیم، 50 تا خونه داره، در حدود 30 تاش فروش رفته، 20 تا مونده و پلن داره، پلن A و B و C و D از 110 تا 198 هزار دلار. گیتد کامیونیتی بسیار جای خوب آبرومند. برسون برسونم که بر صورت اگر شما میخواید که چیزی بخرید به ما زنگ بزنید، ما برای شما پیدا میکنیم. دوست عزیز ما هم تو که عرض کردم از جورجیا با من الان دو هفته سه هفته تماس داره، فرمودن چه چیزایی میخوان، کی من دارم اینجا میام. تمام اینها همه ستاپ شده آماده، سر ساعت اومدن، خونه ها رو دیدیم، همه کار کردیم، لونشون هم صحبت کردیم، همه کار رو انجام دادیم. بنابراین شما نگران نباشید، ایران تشریف دارید هیچ اشکال نداره، شما با من تماس بگیرید. ما برای ایرانیان عزیزی که فقط پاسپورت قانونی دارن با پاسپورت ایرانی هر چیزی در آمریکا بخواید بخرید ما براتون می‌خریم. احتیاجی به هیچ چی نداره، فقط پول داشته باشید و پاسپورت داشته باشید. این برای شما عزیزان که خیلی خیلی مهمه. عزیزانم که در اروپا هستن، در کانادا هستن، ما در خدمتتون هستیم، هر امری داشته باشید. بعد اگر گرین کارت ندارید یا پاسپورت آمریکایی، فکر نکنید نمیتونید منزل رو بگیرید. آمریکا تنها مملکتی است که واقعا فقط یک ولید پاسپورت داشته باشید میتونید با اون مقداری سرمایه گذاری میخواید بکنید با ما صحبت کنید، یا به تلفن‌های 949-547-7409 یا به pacificmore@gmail.com ایمیل بزنید، شماره رو بذارید، بفرمایید چه عواملی دارید، چه کاری دارید، ما در انجام اون بر وظیفه ای ماست که بتونیم برای شما نازنین ها کاری رو انجام بدیم. همینطوری که خب ما خرید و فروش منزل داریم برای بزینس ها، ما برای شما نازنین ها میتونیم بزینس بخریم، هر نوع بزینسی که دوست داشته باشید و مقدار پول داشته باشید ما برای شما میتونیم بزینس بخریم. با خیلی آمدن های شما با خرید بزینس شما میتونید گرین کارتتون هم بگیرید و میگم باز هر نوع عوامری باشه برای ریل استیت، برای وام، برای ریفایننس، برای اون وام ریورس مورگیج که خیلی از شما نازنین ها میخواید، امروز آقای نوری مجددن وقت زیادی رو بهشون میدیم که دربارش صحبت بکنن. فقط به شماره 949-547-7409 یا pacificmore@gmail.com ایمیل کنید. خوشحال میشیم که تو دیتیل تمام اینها برای شما هر نوع عواملی که داشته باشید ما تو دیتیلش براتون بریم. مثل نازنینی که در اروان میتینگ گذاشتیم و ایشون میخواستن که ریورس مورگیج رو قشنگ میدونستن ولی یه سوالات کوچولوی براشون واضح نبود و ما رفتیم هر دوی ما. یعنی شما اگر تلفن میزنید و واقعا میخواید که من هم باشم، خوشحال میشم من اگر شما با من صحبت کنید یا با آقای نوری صحبت کنید، ما کار شما رو هر دوی ما در جریان خواهیم بود.
من از دید یک خانم، ایشون از دید یک آقا. به قول آقای نازنینی که امروز من خودم با ایشون کار داشتم، گفتن شما خانم ها دید دورم میبینید. اینی که من اگه برای شما نازنین ها میخواید خونه ای بخرید، بزنسی، هر نوع عوامری که دارید برای این کارها، اگر آقای نوری یه جایی برای شما پیدا میکنن که از نظر یک مرد، یک آقای خونه هستن، من هم از نظر یک خانم میرم و برای شما اونجا رو نگاه میکنم. اینو مطمئن باشید. مگر اینکه دیگه من وقتی نداشته باشم و سعادتی نداشته باشم که شما نازنین ها رو ببینم. خب برای وام و منزل برای خرید و فروشی که گفتیم، ولی حالا شما نازنین ها میخواید وام بگیرید، خب باز هم میتونید با ما تماس داشته باشید. در اول برنامه گفتم وام شما رو ما از اول، هر نوع وامی رو که در بازار آمریکا، در هر کمپانی آمریکایی در دسترسشون هست، ما هم در دسترسمون هست و خیلی کارهایی رو، خیلی وامهایی رو شده که خیلی جاها نتونستن بگیرن و به ما مراجعه کردن. برای اینکه من نمیخوام در اینجا باز بگم تبلیغاتی باشه برای خود ما، ولی خب یه چیزی واقعیت، آقای نوری تماسهایی دارن، دسترسیهایی به بانکهای مختلفی دارن که اونها میخوان با ایشون اینوست کنن و بزینس رو شون رو داشته باشن. اینی که ما میتونیم برای شما یه نوع وام های دیگه هم که میگن مثل هاردمانی و نمیدونم یا یه چیزاییست که اون مقدار هاردمانی سالت سافتمانی واقعا داریم، براتون ما میتونیم بگیریم. خب وامتون رو بایستی، خیلی از وام ها هست که خب بایستی شما کردیت 650 به بالا داشته باشید. الان هم که میدونید خیلی خیلی مشکل تر از قدیم شده و دور چی میگن ضربین میندازن و تمام برنامه‌های شما رو میبینن. خب ما تمام این کارا رو برای شما میکنیم، میدونیم که شما چه نوع وامی برای شما خوبه. اینه که ما میریم دنبال اون کار، اون وام. خب شما باید اوراق مالیاتی داشته باشید، 2 سال در اون کاری که هستید سابقه داشته باشید، هنوز کار بکنید، بانک استیتمنت ها رو میخوان، اگر صفر ایمپلوی هستید همینجور پستاب و این برنامه های دیگر رو میخواین. ولی خب این وام ها رو همه رو آقای نوری برای شما تک تک رو توضیح میدن. ولی یه نوع وام هست برای شما عزیزانی که 62 سال به بالا دارید و نمیتونید از عهده پرداخت ماهیانه بر بیایید و این چانس رو دارید در این وام، ولی بایستی 62 سال به بالا داشته باشید. هم میتونید از منزلتون کشات کنید برای این برنامه، هم میتونید منزلی رو مقداری که دارید برید و منزلی رو خریداری کنید و میتونید که در ماهیانش هم پرداخت نکنید اگر میخواید، این چانس رو دارید. و در آخر سال اگر دوست داشتید میتونید یه مقدار از خود اصل بدید، اینترستش رو بدید، اگر هم نخواستید که نمیدید. و شما میتونید اگر هر چیزی که امروز متوجه میشید اشکال نداره، اگر سوالات دیگه ای دارید مثل آقای نازنین اشکال نداره با ما تماس بگیرید، ما خیلی خوشحال میشیم که توضیحات بیشتری براتون بدیم. و وام دیگه ای هست برای عزیزانی که هیچ اوراق مالیاتی ندارن، فقط یک پاسپورت دارن، که اون هم باز ما براتون میتونیم کارتون رو انجام بدیم. آقای نوری، من دوست دارم بیشتر، همونطوری که به شما خیلی تلفنم میشه، راجع به این ریورس مورگیج برای خرید و اگر پول در اون منزلی که زندگی میکنن توضیحات بیشتری رو بدید اینجا. چشم اتاعت میشه. برسون برسونم که بینندگان عزیز، همونطور که نایت خانم فرمودن، ما انواع و اقسام وام هایی رو داریم که به شما میتونیم کمک بکنیم. یعنی ما وامی نیست که شما از ما بخواید و ما نداشته باشیم. یعنی این به قول آمریکایی‌ها باتم لاین، این دیگه خوب مطلبه. هر چی وام بخواید ما داریم. این خلاصه کلام. و اما وام‌هایی است که دولت آمریکا اونها رو بیمه میکنه برای بانک‌ها و یک راه و روش این پروگرام داره که باید بانک‌ها مراعات کنن و دولت اونو بیمه میکنه برای بانک ها. بسیارم عالی، خیلی هم به ماها کمک میشه، به همه ما آمریکایی ها. اما یه نوع وام دیگه داریم که این وام، وام های کانونشنال معمولی دولت نیست، یا بانک ها میدن، بانک وام نمیده ببخشید، یا اینوستمنت ها میدن،
یا فریدی مکفنیمی میکنه یا کمپانی های بزرگ بیمه هستن که وام های بزرگ میدن یا کمپانی هستن که ریتارمنت ها رو دارن، پولای بازنشستگی پلیسا رو دارن، معلم ها رو دارن، اینا رو میندازن توی مارکت، یا اینوستر خارجی داریم، نیوزیلند، استرالیا، از کشورهای خلیج فارس، اعراب خلیج فارس همه پول دارن و دوست دارن که پولاشون رو اینوست کنن، چون انقدر اینا پول دارن بانک خیلی مشکل این پولا رو بذارن، مجبورن توی فاینانس بندازن و استفاده کنن. اجازه بدید من راجع به وام‌های معمولی براتون تشریح کنم. وام‌هایی داریم که ما تا 2,500,000 دلار به شما برای خرید منزل پول میدیم. حالا دیگه هر چی دیگه خونه بالاتر می‌خواید بخرید با خودتونه. معمولاً 30% شما میتونید بذارید. فرض کنید خونه‌ای که 30%ش 2,500,000 دلاره، بنابراین شما میتونید یه خونه 7 میلیون دلاری بخرید. 7 میلیون دلارز، 8 میلیون دلارز. ما میتونیم تا 2,500,000 تا به شما وام بدیم. من تو خب شرایطش با یه نفر که میخواد یه کاندوی 250,000 دلاری خیلی فرق میکنه. داره. بله. شما باید کردیتتون عالی باشه، عالی که میگم برای 770 باشه. باید تکسیتن 2 سال خودتون و بزنستون عالی باشه، درآمدتون نشون بده که تکافو میکنه برای تمام بدهیتون. شغلتون حداقل 2 سال به بالا با یه جای کار کرده باشید یا بزنست خودتون رو بیشتر از 3 سال داشته باشید. و ما به شما با بهره‌های بسیار بسیار عالی میدیم. یا اگه خونه‌ای دارید که در ببری هیل یا بلر یا جاهای دیگه یا سان فرانسیسکو رولگورنیگل خونه‌تون رو می‌خواید پول از توش درارید، بدهکار نیستید یا هستید، ما تا 1,500,000 دلار به شما وام میدیم، میتونید پول نقد بکشید بیرون. خب خیلی‌ها نمیتونن این کارو کنن. اصولا وقتی وام‌ها از 1,000,000 دلار به بالا میره خیلی از کمپانی‌ها کات می‌کنه، نمیتونن، برای اینکه اینا رو باید بفروشن، اگه خراب بشه باید برگردونن بخرن، پس مشکله، ولی ما داریم، هیچ اشکالی هم نداره. این برای وام های معمول. یه وام های دیگه معمول داریم که شما 10% بذارید، کردتون باید 680-670 باشه، تا 620,000 دلار ما میتونیم از طریق فلیمه و فدیمک براتون وام بگیریم، 30 ساله فیکس و با تکسیتر رو شغل و همه چی انجام بدیم. یک وام های دیگه داریم که این وام ها نه دولتی است و نه فریدمکه. اون چیه؟ اون بریج لونه. بریج لون چی هست؟ شما میخواید یک خونه بخرید، یک مغازه بخرید، یک ساختمان تجارتی بخرید برای اینوستمنت کردن و احتیاج به پول دارید و این پولم بیشتر از 1 سال و 2 سال نمیخواید، چون کارتون انجام میشه، پولتون میاد و میرید، نمیخواید وام بگیرید. خب ما برای شما ظرف 1 هفته انجام میدیم. برای مثال ریلتوری به من تلفن کردن که با من سالهاست کار میکنن، یک خریداری داشتن از خلیج فارس، از کشوری خلیج فارس، و ایشون یک دونه گست استیشن 7 میلیون دلار 7 میلیون دلار میخواستن بخرن. ایشون اومدن رفتن همه جا رو بگن، کسی نتونست برشون کنه، نه تکسیتر دارن، نه جاب دارن، نه ایتخورن، نه کردیت، هیچی ندارن. به من گفتن، گفتم آقا من یک برنامه دارم 2 ساله بهره خالی، ظرف 7 روزم بسته میشه، بهرش هم 8.5، در حدود 4 پوینت هم کاست داره. بعد از 24 ساعت تلفن کردن به من که ما قبول میکنیم، چون جایی ندارن، کسی بله. کسی بهش نمیده، هیچ کس نمیده. SBA لون ما میکنیم، ما الان 30 سال SBA لون میکنیم. SBA لون شما باید حتما 2 سال تکسیتن داشته باشید، کردیتتون هم اوکی باشه. ما میتونیم SBA لون براتون رستوران بخریم، خونه بزنس بخریم، آپارتمان بخریم، همه کار میتونیم بکنیم، گستیشن بخریم، ولی باید مدارک تاکسی داشته باشید و سوشال سکیوریتی داشته باشید یا گرین کارت داشته باشید یا آمریکایی باشید. پس این برنامه‌ها رو ما داریم، یه چیزی نیست که نداشته باشید. یه صحبتی دیگه که من میخوام بکنم با ایجنت‌ها و بروکرها که خیلی هم مخلص شما هستید. شما عزیزان، البته خودتون استاد هستید، تایم منیجمنت خیلی مهمه. عزیزانی که با من کار میکنن، ایجنت‌هایی که سال‌هاست با من کار میکنن میدونن من نمیذارم 1 ثانیه نایت خانم وقتشون از بین بره، بی خودی برن خونه نشو بدن. امروز دوست عزیزم مسعود جان تلفن کردن، آقای نوری مثل همیشه این آقا با خانم در ایرواین خونه اجاره دارن میدن 3,000 دلار، میخوام براشون خونه بخریم، به من بگید من چه مقدار خونه میتونم بهشون نشون بدم. من با آقا تماس گرفتم، گفتم چی میخوام، فردا دارن برای من فکس میکنن، من میرم نگاه میکنم، با آقای مسعود خان میگم آقا اینها میتونن تا 400,000 دلار 500,000. بله بی خودی وقتشون آقای ایجنت ریلتور هم ور میداره اینها رو،
میبره این خونه هایی که 400 تا 400 رنج اینا نشون میده که دیگه وقتش تلف نمیکنه که بعد از مدت اصلا اینا کوالیفای نمیشه. پس ما این کارا رو با ایجنت ها میکنیم و خیلی هم راضی هستن با ما کار وامو. ما خیلی خوشحال هستیم بتونیم برای شما که ما بتونیم کمک بکنیم. اینم برای وامه. وام ساختمونی دارید، زمین دارید میخواید بسازید بدید، زمین دارید پول میخواید، خیلی مشکل پول رو زمین دادن داریم به تو میدیم. زمین بایر باشه بدیم، زمین بایر هم نباشه به تو میدیم. پس بزنس دارید با کریدیت کارت، مثلا روزی 50000 دلار 40000 دلار کریدیت کارت استفاده میکنید، 200000 دلار 300000 دلار 500 تا میخواید، خیلی خرج زیاده ولی براتون میکنیم ایمیدیتلی، ولی هر روز از حسابتون برمیدارن از فروش، چون به شما فروش آینده کریدیت کارت به شما چی میدن؟ قرض میدن. خیلی ریسک بسیار بزرگی. فروش گذشته نگاه میکنن، به فروش گذشته نگاه میکنن روی اون و فروش آینده به شما پول میدن. حالا بریم روی برنامه ها و وام هایی که دولت فدرال آمریکا اونها رو بیمه میکنه برای بانک ها. اولا خانم آقایون، هیچ بانکی در آمریکا پول قرض نمیده. بانک ها مثل ماها بروکر میگیرن و اینها رو میفروشن، سرویسش رو خودشون نگه میدارن. یعنی شما قسط خونه رو ماه به ماه میده به کی؟ به وستفارگو، به بانک آمریکا، به چیس. ولی اونا میگیرن یک درصدی ازش بر میدارن، بقیه میفرستن برای اون کسی که صاحب وام. این اول شما خیالتون راحت باشه جریان اینجوری. بعد دولت برای بانک ها چیکار میکنه؟ بیمه میکنه. وام های FHA داریم ما که دولت بیمه میکنه، فدرال هاوزینگ، که شما 3.5% بذارید ما تا 625000 تا براتون میتونیم خونه بگیریم. منتها تکس ریتر میخواد، کریدیتون باید اوکی باشه، 640 یا 50 که نایت خانم فرمودن بالاتر باشه، شغل داشته باشید یا سلف امپلوی باشید اشکال نداره، 30 ساله فیکس میگیریم. اگرم درآمدتون کم بود میتونید کسی دیگه بیارید که تو خونم زندگی نکنه، میتونیم از درآمد اونم چیکار کنیم؟ نایت خانم استفاده کنه. وام VA داریم برای خانم ها آقایونی که در نیروهای مسلح آمریکا خدمت کردن و اومدن بیرون یا هنوزم خدمت میکنن، بدون دان پیمنت، بدون مخارج، ما میتونیم تا 600 خورده ازاده براتون خونه بگیریم، اما جاب باید داشته باشید و کردیت باید داشته باشید. وام کشاورزی داریم برای کشاورزای عزیز، میتونی اکوپمنت بخرید، میتونی باغتون گنده کنی، میتونی زمین، همه کار میتونی براتون انجام. و اما اون سیستم و وامی که ما داریم به نام گاورمنت اینشور لون یا ریورس مورگیج، که اینها تحت لوای FHA و HUD فدرال آمریکا هستن که همون وزارت آبادانی مسکن. خب زمان پرزیدنت ریگن این برنامه به وجود اومد و در 4 سال دومشون برای کمک کردن به سنیور سیتیزن های آمریکایی که بازنشسته میشن و خونه دارن توش هم زندگی میکنن و خونه شون هم پرداخت کردن بدهی ندارن معمولا، که بتونن از اون خونه پول درارن، قسطم ندن، برن تا آخر عمرشون از اون پول استفاده کنن و زندگی کنن، یه زندگی راحت داشته باشه. این اصل برنامه است. ولی بعدن برای خرید خونم اومد. حالا من خلاصه میگم، اگر شما عزیزان هر سوالی دارید، مثل دختر خانمی که باباش تلفن داده بود از ایران، الهی بگردم من که تلفن بکن با آقای نوری و نایت خانم، این ریورس مورگیج من میخوام، هم کریدیت گرین کارت داره، هم سوشال سکیوریتی داره، ایرانی میخواد بیاد. دخترش با من صحبت کرد، آقای نوری بابا خیلی اصرار کرده، به من بگید برنامه چی، من براتش رسوندم. گفت عجب برنامه‌ای، من تا حالا نمیدونستم. خیلی جالبه، گفت تا حالا نمیدونستم. یا ریلتوری به من تلفن کردن این برنامه رو نمیدونستن، که من خیلی خوشحال شدم که باشون میتونم همکاری کنم. به هر صورت برای عزیزانی است که 62 سال به بالا دارن، اگر یک ماه دو ماه به 62 سالشون مونده نگران نباشن، ما قبول میکنیم. 65 سال و 9 ماه به بالا من میتونم براتون برنامه رو 61 سال و 9 ماه به بالا 65 آقای نوری 61 سال و 9 ماه به بالا من میتونم براتون شروع کنم که این وام بده. بله چرا که نه، ما داریم در اینجا زندگی میکنیم، آمریکایی هستیم، یا اینکه به هر حال گرین کارت باید از تمام منافعی که در اینجا برای همه هست ما استفاده کنیم، که مال ماست. بله اولا خانم آقای، بهترین برنامه‌ای که من تا حالا دیدم،
ما 40 ساله داریم وام و ریل استیت میکنیم، هیچ برنامه به این سادگی به این بهتری وجود نداره. نترسید، خیلی مالی، هر وقت خواستید با من تلفن کنید. پس من شرایط چی میگم؟ باید 62 سال به بالا داشته باشید برای خرید خونه یا برای فایننس خونه. در اون خونه باید بیشتر از 6 ماه و 1 روز زندگی کنید. یعنی چی؟ یعنی باید خونتون اونر اوکوپای باشه یا خونه توسط شما باید اشغال بشه برید توش زندگی کنید. درسته؟ آب و برق و گاز و تلفن و تکس و همه باید به خودتون باشه. اگه زن و شوهری میخوان با هم بگیرن، شوهر 90 سالشه، خانم 70 سالشه، ما 70 ساله رو حساب میکنیم. یادتون باشه. پس بهتره که اسم خانم در بیرون، در بیرون مثلا اسم خودتون خودتون باشه اگه میخواید کمتر بذارید. بنابراین توجه داشته باشید که این مقررات ما می... شما باید مالیات خونه رو در سال که دو دفعه از پرداخت کنید و باید ثابت کنید به ما که شما درآمدی دارید که میتونید تکس خونه رو بدید. یعنی چی؟ تکس و بیمه خونه. تکس و بیمه خونه و هوم اسوسییشن رو باید به ما ثابت کنیم. ثابت کردنش چیه؟ یا شغلی دارید در ما درآمد دارید، یا شما و خانم سوشال سکیوریتی میگیرید و تکس ریترن پر کردید که مثلا اون تایش نوشته شما 7000 دلار درآمد دارید. کافیه، نباید زیاده 6000 دلار. همینقدر که تکس خونه و هوم اسوسییشن و بیمه رو کاور بکنه اشکال نداره. برنامه نوری هر تو زندگی میکنن بل. الان خوب دارن میدن دیگه اینو. بل بل. بر صورت حالا برای اونه که خونه دارن و توش زندگی میکنن، سند خونه بیشتر از یک سال به اسم صاحب خونه هست، پول میخواد بکشه بیرون، ما کارشناس میفرستیم خونه رو ارزشیابی میکنه. در استیت کالیفرنیا چه 62250 تا ارزشیابی میکنه. روی سن شما میگیم که چقدر از بانک میتونید پول بگیرید. حالا این پولی که شما میگیرید اگر بدهکاری نداشته باشید که همش مال خودتون، اگه بدهکاری داشته باشید اون بدهکاری رو میدن بقیه رو به شما میدن. اگه بدهکاریتون بیشتر از این لون باشه که باید لونی که میدید هیچ چیز هم از جیبتون بذارید که بدهکاریتون رو بدید. حسن این برنامه چیه؟ شما اگر بخواید میتونید هیچ گونه پیمنت ماهانه و سالانه ندید تا آخر عمرتون. بعد از اینکه از بین رفتید یک سال به شما یه 6 ماه 2 تا 3 ماه وقت میدن که شما تصمیم بگیرید خونه رو بفروشید، پول بانک بدید بقیه رو بردارید، یا خونه رو ریفایننس کنید خودتون نگه دارید. این برای اونایی هستند که خونه دارن و توش زندگی میکنن. خیلی مهمه. خونه رو نمیتونید اجاره بدید خودتون بذارید برید. بنابراین باید تو خونه زندگی بکنید. تمام خونه رو نمیتونید اجاره بدید. حواستون باشه. حالا اشخاصی که پول میخوان و کردیت ندارن، جابم ندارن، میخواد 300 هزار دلار بگیرن، هیچ کس تو آمریکا به تو نمیده. فقط این برنامه است که من میتونم کنم. بله، سریعا میتونید پول رو بگیرید. فقط 62 سال به بالا داشته باشی. حالا پول گرفتی، یه سال، دو سال، سه سال دیگه کار تموم شد، پول میخوای پس بدی؟ بده. کسی جلوت نمیده. نمیخواینم بدید، خب ندید. نمیخوایم بدید. آخر سالم شما میتونید تمام بهره پول یک سال که 10000 12000 دلاره یه چک بکشید بدید. تازه میتونید از اصل پولم هرچی میخواید بدید که زودتر بدهیتون تمام شه. این برای اونایی که خونه دارن. اونایی که ندارن یا از ایران میان یا از اروپا میان یا از نمیدونم استیت های دیگه، از ایالت های دیگه میان که خونه ها رو فروختن و میخوان بیان اینجا و اینجا زندگی بکنن، ما خیلی داشتیم که این کار کردیم براشون. میخوان خونه بخرن، پولشون هم دارن از خونه قبل آوردن، ما براشون برای شما ما پیدا میکنیم خونه براتون تا 625 تا. اگه خونه 1 میلیون دلار هم میخواید میتونید بخرید، ولی اون اختلافشون رو باید بدید. روی سن شما، بله سن شما میگن چقدر ما دان پیش پرداخت میخوایم. جوانترین که 62 ساله 50 درصده. هر چی سن شما به بالا بره مقدار پیش پرداخت برای خونه چی خوام؟ کمتره. پولتون هم مهم نیست از کجا اومده. میتونه از فامیل بیاد، از بچه‌ها بیاد، از ایران بیاد، ولی باید نشون، اگه از ایران میاد باید از بانک به بانک وایر بشه، نه اینجا به صراف بدن 100 دلار 1000 دلار روزا برن مانی اوردر بگیرن براتون بریزه، اونا رو قبول نمیکنن. اگرم پولم ندارید میتونن فامیل به شما پول رو هم بذارن پول بدن. داریم ما خیلی نمونه داریم که بچه‌ها برای پدرشون، مادرشون فوت کرده بود، برای پدرشون خونه خریدیم براشون، برن بغل خودشون یه کاندوی یه اتاق خوابی کوچولو داره، پدرشون میره اونجا راحت، استقلال داره، بعد میره بچه‌ها رو میبینه.
شما در اون خونه باید زندگی کنید، آب و برق و گاز باید بدید، هر وقت بخواید خونه خانم آقای میتونید بفروشید، سند به اسم خود شما، سند به اسمش که نیست، هیچ گونه پنالتی جریمه ای نداره، بخواید پول پس بدید میتونید پول پس بدید، میتونید قسط بدید میتونید قسط ندید، خونه مال خانواده تونه، ولی باید حتما فامیلی تراست درست کنید که خونه که میخرید یا دارید توی فامیلی تراست بذارید که فردا ایالت کالیفرنیا نیاد و مالیات از شما زیاد نگیرید. مسئله بسیار بسیار مهم. خانم آقای بسیار برنامه خوبیه، ولی عزیزانی که ایران هستن و میخوان آمریکا بیان، ما دوست از وکلای بسیار خوب ایرانی و آمریکایی با ما کار میکنن، ما میتونیم شما رو بیاریم با قیمتای خیلی خوب و اول تحقیق میکنیم، شما مدارک میفرستید، اگر نتونی میگیم چی نمیتونیم نه وقت خودمون رو میذاریم، نه سر شما رو درد میاریم، نه پولی از جلو از شما میگیریم که خدا نکرده مثل اتفاقاتی که قبلا در لس آنجلس اتفاق افتاده انجام میشه، حرفا نداریم. ما کارمون درسته و کارمون اوپنه، شما میبینید ایرانیانی عزیزم که کار دارن با من تماس بگیرن، من نایت خانم در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما خیلی سریع تموم شد، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم که همیشه سلامت و خوش و سرحال باشید، از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده پنجشنبه ساعت 6. بله مثل نازنینی گفتن من کریدیتم خرابه، الان نمیتونم منزل بگیرم و من بهشون گفتم اگر کریدیتتونم خراب شده خدای نکرده با تلفن بزنید، کمپانی هستش که این کار رو انجام میده و میدونم خیلی اشخاص رو معرفی کردیم به ما چیزی نمیدن، ولی خب برای که کمک به شما بشه و ما مطمئنیم به شما تلفنشون رو میدیم و شما میتونید تشریف ببرید و ببینید یا تلفن بزنید با خودشون صحبت کنید. من هم با تشکر فراوان از کارگردان نازنین مستر علی و شما نازنین هایی که به مدت 55 دقیقه وقت نازنینتون دادید به ما و این برنامه رو دیدید تشکر میکنم، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید و آرزوی سلامتی برای تک تک شما نازنین ها دارم، از راه و دور و نزدیک دست شما نازنین ها رو میفشارم و امیدوارم که بتونیم برای شما نازنین ها اشخاص مفیدی باشیم ما، من و آقای نوری، و بتونیم براتون اوامر شما رو انجام بدیم. خدا نگهدارتون تا هفته ی آینده، شب و روزتون بخیر. Hope for you برنامه هفتگی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با ناهید و هوشنگ. Real Estate Loan Settlement Short Sale Direct Sale Credit Card Settlement. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.